شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدین. ما در خدمت جناب آقای دکتر پرویز کرمی گرانقدر، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق هستیم. از این سمت طولانی مشخصه که ایشون خیلی دارن زحمت میکشن. سلام عرض میکنم، خوش اومدید برای دومین بار آقای دکتر. خواهش میکنم. من هم خدمت شما بینندگان خوب برنامه در انتهای الوند و همینطور دوستان پشت صحنه عرض سلام و ادب دارم، شب بخیر میگم و خسته نباشید به شما. خیلی خیلی خوش اومدید. دفعه پیش که ما خدمت شما بودیم و افتخار داشتیم در مورد کارخانه نوآوری حرف زدیم و گفتیم به زودی اتفاقات خوبی در این حوزه میفته. اتفاق افتاد یا خیر؟ با توجه به اینکه فاصله رعایت کردیم. بله. با عزتون. ماشاءالله دیگه حرفه‌ای شدیم. خواهش می‌کنم. عرض کنم بله، خوشبختانه شما درست میگید. برنامه گذشته و جلسه گذشته که من خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه بودم، در خصوص زیست بوم فناوری و نوآوری با هم صحبت کردیم، راجع به بازیگرانی که اخیراً به این زیست بوم اضافه شدن در کنار دانشگاه‌ها، در کنار پارک‌های علم و فناوری. اشاره کردیم به VC ها، اشاره کردیم به مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها. و بعد اونجا من جمله ای رو عرض کردم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه تحت عنوان کارخانه های نوآوری، و این مژده رو دادم که میخواد این اتفاقات در کشور خوب ما بیفته با حضور جوانان خوشفکر و خلاق، و خوشبختانه افتاد. ما امروزی که با هم داریم صحبت میکنیم، سه کارخانه نوآوری در تهران، مشهد و شیراز، البته در تهران سه تاست، راه افتادن، استقرار پیدا کردن، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری و استارتاپ ها در درون اونها تو حوزه ها، رشته ها و رسته های مختلف. 9 تا کارخونه الان در دستور ساخت هست که من امیدوارم بتونیم 2 تا دیگه شو در البرز، کرج و یزد تا آخر سال انشاءالله افتتاح کنیم، یعنی رسما برن درون اون استارتاپ ها کار خودشون رو شروع کنن. در شهر مقدس قم هم همینطور فکر میکنم اوایل فروردین کارخانه نوآوریش راه بیفته. گنبد، گلستان، تبریز و سایر شهرها. البته آقای رئیس جمهور دستور دادن که همه استانها، استانداران موظف هستن که این کارخانه های نوآوری رو در دستور کار قرار بدن، معاونت علمی هم حمایت لازم رو برای راه اندازی اونها و کمک به شکل گیری اونها انجام میده. مژده دیگر یا خبر خوبی دیگه که تو این برنامه خدمت شما عرض میکنم، خانه های خلاق هست. همین رو خواستم بگم، قضیه خانه های خلاق هر استان چیه؟ ببینید، ما در کنار شرکت های دانش بنیان که خب خوشبختانه گل کاشتن در فضای تحریمی، در فضای ظالمانه تحریمی، حدود 5500 شرکت دانش بنیان در ایران به وجود آمد و در رشته های مختلف رفع نیاز کشور رو کرد. همچنان که ما در کالاهای تحریمی گرفتار بودیم، اینها اومدن صف شکن و خط شکن شدن و مردم ما ثمرات حضور اینها رو تو جامعه دیدن. اون ایامی که همین کرونای لعنتی وقتی اومد، همه لعنتی واقعا، همه مردم دنیا بله، اسیر این پاندمی شده بودن. به مایحتاجی که مقابله میکرد، مبارزه میکرد، به مردم کمک میکرد در مقابله با این ویروس منحوس، خب خیلی از شرکت‌های بزرگ در دنیا کار خودشون رو در حوزه‌های مختلف مثل کیت، مثل ونتیلاتور، مثل ماسک، یادمون نره این ماسک الان خیلی دیگه برای ما پیش و پا افتاده شده، ولی یه زمانی وحشت از نبود این مردم دنیا رو گرفته بود. خب شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه‌های مختلف به واسطه قدرت و توانمندی که داشتن حضور پیدا کردن و اینها رو تولید کردن. الان ما تو مرحله صادرات هستیم، خیلی از ارزاوری‌های کشور ما حاصل این کار هست. یادم نمیره که پس اشتغال زایی شده. بله، یادم نمیره اون ایامی که تلویزیون‌های غربی مثلا فاکس نیوز و اینا نشون میدادن، سی بی اس نشون میداد که برای حمل ماسک و نمیدونم ونتیلاتور از ایالتی به ایالتی دیگه باید گنگسترها همراه اینا میرفتن، ما اینجا شرکت های دانش بنیان اون به راحتی تولید این دستگاه رو داشتن و خوشبختانه در کنار تیم ایثارگر، کادر پزشکی اجازه ندادن که
در کنار سایر مشکلاتی که مردم داشتن، نبود ماسک و سایر مایحتاج کیت کرونا اونها رو در واقع دچار اذیت و آزار نکنه. خب اخیراً هم که دیدید شرکت‌های دانش بنیان ما تو چند حوزه موفق شدن که در واقع واکسن ضد کرونا رو روی اصطلاحاً میز بگذارن و الان در مرحله دوم دوران کارآزمایی بالینی انسانی هستن که انشالله به زودی ما میریم به اون سمت. در همین حین یه سوالی هم شما فرمودید که پس اشتغال زایی کردن. بله، شرکت های دانش بنیان 300 هزار شغل مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ما ایجاد کردن. به درآمدزایی رسیده 120 هزار میلیارد تومان الان گردش مالی شرکت های دانش بنیان هست تو حوزه های مختلف. خب اخیراً، البته این که میگم اخیراً، از یک سال و نیم پیش معاونت علمی مواجه شد با شرکت های خلاق و نوآوری که مراجعه میکردن برای اون کمیته‌ای که تعیین صلاحیت شرکت ها رو میکرد در حوزه دانش بنیان. اینا دانش بنیان نمیشدن، یعنی بیس خلاقیت و نوآوری شرکت ها داشتن، کارشون هم کسب و کار نوپا و استارتاپی بود در حوزه رفع خدمات، اما اصطلاحاً کارشون از پیچیدگی فناوری و تکنولوژی برخوردار نبود، لذا ریجکت میشدن، یعنی بهشون دست رد به اصطلاح به سینه‌شون میخورد. خب برنامه‌ای رو آقای دکتر ستاری در معاونت علمی به وجود آوردن تحت عنوان برنامه توسعه زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی، و شرکت‌های دانش بنیان از دل اینها متولد شدند. یعنی ما در معاونت علمی دو بخش رو الان همزمان داریم تو کشور پیش می‌بریم، شرکت‌های دانش بنیان که خب ذیل قانون حمایت و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و صنایع خلاق. حالا وقتی که کارخانه‌های نوآوری در کشور دارن شکل می‌گیرن، در کنار اونها خانه‌های خلاق هم با توجه به وضعیت مزیت‌های ملی و بومی هر استان شکل می‌گیره که این استارتاپ های حوزه صنایع فرهنگی و فناوری های نرم که تعدادشون هم زیاده، رشته هاشون هم زیاده، میرن در خانه های خلاق. دو تا مسیر برای اینا طی میشه، یک مسیر استعدادیابی. البته اینجا هم عرض کنم که خانه های خلاق هم درست مثل کارخانه های نوآوری، درست مثل مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها بیس شخصی دارن. یعنی شتاب دهنده ها؟ شتاب دهنده ها هم دوباره باز مراکزی هستن که در دل دانشگاه ها و مراکز بزرگ در شهرها و استانهای کشور به وجود اومده. ما چیزی حدود 220 شتاب دهنده تو حوزه‌های مختلف علمی و فناوری تو کشور خودمون داریم که میتونم بگم 50% اینا در دل دانشگاه ها شکل گرفته، 50%شون بیرون در شهرها هستن. یعنی اگر دوستان روی فضای در واقع وب سرچ کنن کلمه شتاب دهنده رو، با انواع اقسام شتاب دهنده ها، فعالیت اونها، کارهایی که میکنن، خب عمده اینا هم در واقع استعدادیابی، شناسایی جوانان دارای ایده است، پذیرش اینها در درون خود این شتاب دهنده ها هست، بعد منتوری و راهنمایی و مشاوره و بازاریابی و حمایت های مالی برای اینکه ایده یک جوان صاحب ایده پخته بشه، تبدیل به یک شرکت بشه. همانطوری که کارخونه ها تولید کننده یک محصولی هستن، کارخونه های نوآوری هم تولید کننده استارتاپ هستن. حالا این استارتاپ ها در دل خانه های خلاق میشن استارتاپ های صنایع فرهنگی و خلاق. خیلی هم عالی. آقای کرمی، میدونم که خیلی تلاش کردین که این ماهیت استارتاپ و کسب و کارهای نوین جا بیفته و بین مردم و بین جوونا به یک تعریف درستی برسه. از اینجا به بعد وقتی ما به صنایع خلاق میرسیم، واقعا نکته درستی اشاره کردیم، این خلاقیت وقتی مطرح میشه شما باید اون ایده رو پخته بکنید. برای ما بگید دقیقاً چه نوع خلاقیت های زیر مجموعه این صنایع خلاق قرار میگیرن؟ چند تا مثال برامون بزنید. ببینید، توی دنیا صنایع خلاق وجود دارن، دائم هم جلوی چشم ما هستن. یعنی همین الان بینندگان خوب شما اگر تو خونه فقط یه چرخی تو خونه خودشون بزنن، کلی صنایع فرهنگی و خلاق میبینن. یعنی از مد و لباس و طراحی و دکوراسیون و میز و صندلی و مبل و انگشتر و ساعت و کیف و کفش و چقدر یه مثال بزنم. خب یه نکته ای هست، اینا حالا مواردی بود که به اون خونه برمیگرد. من دوستانم مثال بزنم. بله. سینما. حالا میاییم بیرون، حالا میاییم بیرون. صنایع بزرگتر، حوزه سینما،
حوزه هنرهای نمایشی، حوزه هنرهای تجسمی، حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، تندرستی، مد و لباس، حوزه آموزش، یادگیری. مثلا توی همین آموزش الان گرفتاری بزرگ ما و سایر کشورها در حوزه چه؟ آموزش در زمان کرونا، نرم افزارها و پلتفرمایی که خیلی راحت ما بتونیم احتیاجات خودمون رو رفع کنیم دیگه. خب یکی از کارهایی که تو حوزه صنایع خلاق انجام میشه همین حوزه پلتفرماست. یا تو حوزه همسایه رادیو تلویزیون، خود رادیو و تلویزیون در حوزه صنایع فرهنگی دیداری و شنیداری قرار میگیره. VOD ها در واقع بچه های کوچکتر از حوزه تلویزیون هستن که اخیراً دارن رشد میکنن. خب اگر ما بخوایم چالش موجوده در کشور، ممکنه یکی از بینندگان شما بگه خب اینا که هست، خب شما دارید چیکار میکنید؟ نه، اینا هست، ولی اولا به صورت شرکتی نیستن، ثانیاً خلاقیت رو دارن، نوآوری رو ندارن، ثالثاً زنجیره کامل رو ندارن. ما یه مثال میزنیم، مثالمون رو میاریم رو حوزه میراث فرهنگی، میاریم رو حوزه سینما، میاریم رو حوزه تئاتر، رو هر حوزه‌ای بخوایم مثال بزنیم، میبینیم که اینا آرتیست محور، فرد محور، هنرمند محور هستن. یعنی یک فردی فوقش در کنار چند نفر دیگه یک دفتر سینمایی تشکیل داده و داره کار تولید فیلم. شما دنبال یه ساختار تجاری هستین؟ تجاری میشود، ما دنبال یک زنجیره تجاری سازیش میکنیم. تجاری سازیش میکنیم. ما میگیم یک ایده، ایده ای که در حوزه مثلا میراث فرهنگی است. ببینید الان نزدیکترین چیزی که من میتونم به شما مثال بزنم که در کشور ما هم هست موزه داریه. ولی آیا موزه داری دنیا هم همین موزه داریه که ما داریم؟ نه، قطعا این نیست. موزه وقتی که شما میرید میتونه از انواع نوآوری ها، انواع فناوری ها، انواع علوم بهره مند بشه، میتونه از اصطلاحاً تجهیزات AR و VR، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی استفاده کنه، موزه رو ببره تو دل خونه ها. افراد میتونن با قرار گرفتن در کنار فناوری و نصب اون در کنار اشیا و آثاری که در موزه هست فیلم سینمایی تولید کنن به فرد بدن. اما در روش فعلی که ما در کشورمون داریم متأسفانه فعلا همون روش سنتیه که از سالیان سال موزه ها بودن. افراد تا زمانی که ورود به موزه پیدا نکنن نمیتونن اطلاع پیدا کنن که در موزه ما چه اشیایی داریم، متعلق به چه دوره‌ایه، چه کارکردی داشته، الان چه کار میتونیم کنیم. آقای کرمی من این یه جمله رو بگم، اگر ما قراره فرهنگ و تمدن 7-8 هزار ساله خودمونو به دنیا معرفی کنیم و بگیم که ایران اسلامی چه دورانهایی رو داشته، چه قوتهایی رو داشته، باید پناه ببریم به سمت فناوری های نوینی که در حوزه صنایع خلاق هست و از نوآوری های روز داره استفاده میکنه و بعد میتونه برای ما ارزش افزوده، درآمدزایی و اشتغال زایی داشته باشه، ضمن اینکه رفع کننده نیاز معرفی کشور ما رو هم حل کنه. با توجه به اینکه الان این صنایع خلاق و توجه شما بهش یک کودک نوپاه و تازه شکل گرفته، فکر میکنید در آینده چقدر طول میکشه که ما به خلاقیت های پخته و ایده های پخته برسیم در هر حوزه‌ای که خودتون فرمودید؟ ببینید ما تو خیلی از ایده ها جلو هستیم. اگر بخوایم بازار مالی سینما رو در دنیا مثال بزنیم، چیزی حدود 100 میلیارد دلار گردش مالی سینماست. چقدر اشتغال افزایی اشتغال آفرینی داره؟ 30 میلیون نفر. خب چقدر شامل حال ایران شده؟ ایران تو حوزه سینما اولین جز اولین های دنیاست، یعنی تونسته راحت اسکار بگیره، تونسته راحت خرس برلین رو بگیره. اما یا تو حوزه درآمدزایی این کار رو داشته؟ نه، ما اون زنجیره کار رو به صورت تکمیل نداریم. شما اگر در حوزه سینما برید اصطلاحاً سرچ کنید اکسلراتورهای سینمایی رو، میبینید به وفور هست. چند تا ما شتاب دهنده سینمایی تو ایران داریم؟ تقریبا هیچی. زنجیره های ما ناقصه. یک فردی روی ایده یک فیلم کار میکنه، یه فیلمنامه خوب رو میده، فیلم خوبی هم شاید درست بشه، ولی بعدش چی میشه؟ اسباب و لوازم جانبی، اون چیزی که ما بهش میگیم مرچندایز، اون چیزی که بهش میگیم کاراکترهای ساخته شده، چجوری میره روی لباس، روی در واقع اسباب وسایل، اسباب بازی.
ببینید ممکنه طرف فیلم بتمن رو، چون همه دیدن دیگه میگم بله. ممکنه طرف فیلم بتمن رو ببینه، اما بتمن روز به روز با ماژول‌های نوآورانه میاد و لوازم جانبی که تو کشورهای دیگه از بتمن و آثار بتمن فروخته میشه شاید 10 برابر اون پول درآمدی از فیلم سینمایی باشه. چرا تو کشور ما اتفاق نمیفته؟ چون این اکوسیستم توی سینمای ما وجود نداره، زنجیره ناقصه، حلقه‌های مفقوده کمه. ما برای اینکه اون حلقه‌های مفقوده رو با کمک نوآوری‌های روز و با کمک ساختارهای فناورانه پوشش بدیم، باید بریم به سمت ایجاد صنایع فرهنگی دارای اکوسیستم در ایران. حالا این میتونه تو 10 رشته توضیح بشه. خیلی متشکرم آقای کرمی گرانقدر، نکته پایانیتون در حد یک جمله. یه طرحی رو الان دوستان ما در مجلس دارن میگذرونن به اسم طرح جهش تولید. خواهش من اینه که سهم صنایع خلاق و شرکت‌های خلاق تو اون دیده بشه. ضمناً بودجه مجلس الان داره بسته میشه، شرکت‌های خلاق رو در کنار شرکت‌های دانش بنیان ببینن. خیلی متشکرم از شما. خیلی جالبه که هر مهمان عزیز و گرانقدری که پشت این میز میشینه به این نکته اشاره میکنه که الان بودجه ها داره بسته میشه، به این موضوع هم توجه کنید. اما یادمون نره که شاید تا قبل از این بحث صنایع خلاق و ایده های خلاقی که در حوزه فرهنگی وجود داشت بر پایه فرد بود، بر محور فرد بود، اما الان به جایی رسیدیم که این میتونه بر یک اکوسیستمی در حوزه فرهنگی استوار باشه و دارای یک ساختار ویژه بشه که به درآمدزایی هم برسه مثل کل دنیا، و خوشحالیم که این اتفاق داره میفته و معاونت علمی فناوری هم داره حمایت میکنه.